سلامونه د افغانستان یوټیوب چینل ډیرو درنو لیدونکو هیله ده چې روغ او جوړ او خوشاله اوسئ. نن مخبرونه د یو داسې مجبورې مور ته ځانګړې کړې ده چې په ډک بازار کې دغه سماوار راوستلی دی او د نارینه په منځ کې ناسته ده او خلکو ته خدمت کوي. راځئ دوستانو چې له دې مورجانې واورو چې داسې کوم مجبوریت دی چې دا یې مجبوره کړې ده او راغلې ده. سلام مادر جان، خوب استی؟ سلام بچه جان، خوب استی؟ خوبه، شکر مادر جان. بوګه کدام مجبوریت است کی توری کدر مجبور کده که اما آمدی د بین شار و د بین مردم خدمت میکنی او چای را پخته میکنی؟ بچه مجبور از است شوهر مریض است، بچه کم خورد است، پنج شش تا اولاد دختر هستند در خانه، دیگه نان آور ندارم، مجبور استم که اینجا سماوات روشن کنم. دوستانو، مورجانې په سترګو کې اوښکې دي، د غم او د درد او د مجبوریت اوښکې دي. نو اوښکې هېڅکله هم همداسې د سترګو نه ووځي چې ډېره مجبوره نه وي. نو مور ډېره زیاته مجبوره شوې ده. مادر جان، چې قدر وخت میشه کې آمد ایجا خدمت میکنی، چای پخته میکنی؟ این یک سال چه کم یک سال شده گرد، پار سال نمیجه که آمده. من دوره کمی امارات آمده آمدیم، نمیجه کار بار نیست دیگه، نمیجه آمدیم دیگه، یک بار این سماوات باندم جمع کردیم دیگه، باز سماوات این باندیم، باز این حال مجبور آمدیم. یک صد پینجه میشه، یک پیسی چهار تا نانشتو کام برای دیگه از اون چیز اصول نمیشه. چوب قیمت از ها از این کده کلام بچم داری؟ نه نمیسته، نمی کلام بچه می نمیسته. دیگه دخترای دیگه فامیلتان چند نفر هستین؟ فامیل ما شش نفر هستیم فعلا، دو تا دخترها روسی کردن نیستن پیش. او هم در روزگار خودشان پنج شش اولاد دارن، نر کدومش در زندگی خود روزگار خود گم هستن. و شوهرتان مریض است؟ شوهر مریض است، پای درد است، نمیتونه کار کنه، در خانه افتادی. چی کدر سودایت میشه؟ روزمره دیگه بسیار که شهر بچه یک شست افتاد رو برم میمانه، زیاد نمیمانه. چوب قیمت است، چای قیمت است، بور قیمت است. اینجا دیگه او میخرم بشکه 20 رفعه، چه رقم کنم؟ یعنی مجبور هستم چطور کنم؟ من هم شست افتاد رو فهم که میمانه مور نان میخرم بیا که میرم. صبح که میای از خانه کاره چه رقم شروع میکنی؟ بچه جانم نماز که خانم در خانه سوکی وقت میمینم، اینجا سماوات میکشم، میر روشن میکنم دیگه، جوش کرد اینو گلاس میلاس هم میشویم. اینو یک مسلمان میاد اینجا کامت شیشتن، یک پیاله چای خوردن، یک در پا میتوانه یک مسلمان دیگه آمه یک ترمز چای دم کرد دیگه. من خود نیستم که گرد بگردم مثلا دیگه، مثل که مردا سماوات چی میکنم، میرن ترمزای مردم میاره. خب اینجا ما یک سیاسر هستم شیشتیم دیگه، پناه به خدا می پشت. خانه ایت کرایی است یا خودت است؟ نه، خانه کرایی است بچه. چند روپا کرایی شمی؟ 3000 بچه. 3000؟ آه 3000. و خانه ایت در کدام جای است؟ خانه ایم در شوربازار است. پیش از این شوهرت یا کار میکرد پیش از یک سال یا چی تو؟ بچه جان، پیش از این خودم بولانی پزی میکردم، بولانی پزی هم نشد. بازم اینجا که جمع کردن بولانی پزی کردم، آرد قیمت، چوب قیمت، روغن قیمت نمیشد. اگه فروخته میشد 150 میشد که نمیشد، نی اونم قم میشد کردیم. یه دیگه بسیار مشکل پیسی چارتانان میشد دیگه از اون چیز اصول نمیکردم. کدام روز باز کدام روز رخصت میکنی یا هر روز می؟ نه بچه، این کدام روزی که علاج نداری یک دوست ها یا کدام تا که یک مرده و کدام چیز نشه، نه دیگه میایم دیگه چی کنم کنم. اما خیشه تا سرتان خبر است که خاله میره؟ آنه بچه، خیشه هم از ما بتر هستن، کلشان با بسیار مشکل با بسیار حالتشان خراب است دیگه. او از ما که بهتر نیستن که با ما کدام کمکی کنن، هیچ کدام. امی زمستان امسال بسیار یخ بود، برفون زیاد بود، ایره چی تو تیر کردی؟ بچه جون دیگه یک چریگه که کنر یک مسلمان داده ببر، یک چهار تا کاشخال های موجا که خانه شان آباد اگه میدادن آتش میکردم، نمیدادن نه. بسیار امسال زمستان خو سخت آمد، با یک سندلیگه که نقص این سندلیگه که مانده بدم، این میره یک چهار تا کنر کتر انداخته بده که مشتکا پردیش آمه شده.
دوستانو ګران مورجان ډیره مجبوریت په سر راخستې ده د کور بل سرپرست څوک نه لري همدا راغلی ده او د خپل کور چارې پر مخ وړي د هغه نه دا بهتره ګڼلې ده چې د یو بل چاته ودرېږي سوال وکړي دوستانو افغانستان او بیا خاص کر کابل مرکز ډیر مجبوره کورنۍ شته دی ډیرې مجبورې زنانه شته دی هیڅوک نه غواړي چې د کمرې مخې ته راشي د دې مورجانې په څیر ډیرې کورنۍ هم شته خو مادر جان د روز کې تو چې قدر عاید داری د روز باشیم روزی دیگه میشه 60 روپه 70 روپه 80 روپه اینی 70 روپه 60 روپه که مریض برید پیدا شو با چی تو میکنی چی تو کنم بچه مریض که پیدا شو یعنی اینه میان خودم ایت تمام جانم در دین و زمین سر صبح سردرد بدم تا نماز شام از جگرخونی که من 40 روپه کار نکرده بودم چقدر خفه میشه دیگه سه سرا که میبینی در خانه ششتا و کارشم جور اونورا که میبینی چقدر خفه میشه خفه چطور نمیشم که کنه این بچه جهان دارن کارو میکنن شویش ها کار میکنن من اینی چیز کیر خوش نمیه نماز خان پس خواه نشده جای خود من سکار میخیزم میه مجبوری چه ها داره میگی نام به طلبم از کجا بتو میشه دوستان و دو مرجان ده هر خبر شاته دو کو کتارونه دي د سترګونه امداسي اوخ کی روان دي دا د مجبوریت اوخ کی دي د بیوسی اوخ کی دي دوستانو د افغانستان د حالاتو کې که ارڅوم رستا سو د وسه کیږي نو دغه مورجان سره کومک وکړی مرسته ورسره وکړی د تاسو کولی شئ که په کابل کې یاستئ ما ته میسج وکړئ د واټساپ د لارې زه به تاسو د دې مورجانې خپله شخصي شمیره درکړم ورسره خبرې وکړئ تر څو خیر او ښېګڼه مو ورته ورسیږي مادر جان د اینی صبح یا دیگه صبح رمضان است اینی سماوارم باز نمیچله د اینی چی فکر کردی که باز چی تو میکنی؟ بچم بچه ما مینی میره ایرا ماندیم چی کنم گفتم یک ذره بانجاری می چیزا بگیرم اگه ارزان باشه خواه چکنی یک جور کنم بیارم همینجا بفروشم یا یک ذره پس بولانی پخته کنم دیگه چاره نیست پار سال هم یک عریضه نوشته کردم دمی تلویزیون خورشید بردم ایچ پرداختم هر کسی نکرد بر زنگ میزنه مادر نکرد زنگ زن نکسی آمد نکرد پرسان کرد اینا می تاستیم دیگه پرسان غریب که کسی نمی کنه بچیم آمیدی؟ به یک پل سر پل میاره این غریب که بود و نر جایی که سوخت که من عرقم که شد این مجبور استیم دیگه مجبور که نمی بودم دیگه این کار می کردم این مجبوری این کل می بینی خیلی ببینن این بچه های که خدا عمر به تیشان نمی جگه که مثل اولادم باری هستن که هم بخت های نبقه مادر جان کدام نفر می آیا ایزه می شینه و دست تو چه می خوره؟ بچه میم کسایی که اینم یک هم این رکشا والا این راننده که کدام بیانمیجه میشینن یک پیاله چای میخورن دیگه کسی این یک را گذار که تیر شو مانده شو بشینن آن دیگه بزرگ خونه میتونم کسی رو کش کنم بیای کدام حالت تو رو بسیار خفه میسازه؟ بچه ایم کل حالت مرا خفه میسازه کل زندگی که میبینی کل زندگی این با چرت است کل زندگی این با فکر شما خواه ندارم که بیدار شدم خدایا صبح شد چی میشه این زندگی چی میشه زندگی تاکه ای رقم باشه ما تاکه ای تاکی بچه ای هم گفتی اگم تا چیچه که سرخه کام برای نبرای با ما شبه نشه این پار سالم صنف چار بود از چی من از امتحان مونده نیم سال پس صنف چی رفت صنف سه را باشی را کتاب میتن نمیتنم پیسه قلم و کتاب چیزای از میره این میاد یک تا یک خانخواه قسم میپوشه که اینی جایش غار را که این دو سال است دو سال سه سال است اگه این یک بچه است باید گفتی اگم میره خوبش بپوشانم خوبش خود بگم چیز که نمیشه بچه جان نامت چی است؟ شعیب شعیب جان خوب استی؟ آه خوب استم مکتب میری؟ آه در سنپ چند استی؟ سه سنپ سه و امروز چی تو آمدی کتی مادر جانه؟ مادرم گفت بیادیم که من کاردم میشه که من برم خانه به ایرانوام میمان می بشینم گل بزنم تو کتیت کمک میکنی؟ مم. چی میکنی؟ چی کارم میکنی؟ من یکی تیر میشه چای میخوره گلاس ها رو هر میدارم این یکی می چای می ترموز پرکو در چه بیدر سماد این چی پرکو چای پرکو این میبرم جایش هم میبینم چند نمره هستی در سنفه؟ ها؟ چند نمره هستی در سنفه؟
سه نمره. چقدر خوش داری که به مکتب بری و اموجا درس بخوانی؟ زیاد نیخ مقصد بخوانم یاد بگیری هر چیز. دیگه بچه ها را که میبینی به مکتب میره، یکان روز تو رخصت میکنی پی کتی مادرت میایی، باز خفه میشی؟ آه دیگه دلسور ایتاوی افغانستان بیخی خراب شد، مردم جوان ها بچه ها میگردن اینجا کارو چیوانی میکنن بچه ها. افغانستان چی ها شد روزا خراب شد دیگه. آی بینندگان تقاضا دارم که مشکلات ما رو گفتگان تا در نظر بگرن، یک چیزی اگه دارن خیرات و زکاتشان کمک کنن که ما یک مرد چی که بم کل همی شهرونده ما و شما کل اگه کمتی غریب بیچاره و دستمانده و پایمانده است، یعنی ببینن اینی حالت ما رو که ما چی حالت داریم. کسایی که میتونن دستشان میشه از وقتشان که میشه از چیشان بالاست، این متو یک غریب بیچاره رو دستش بگیرن، خداوند دستشان رو بگیرن. ملگرو د مرجان اوخ کی مولید دوی د مجبوریت غک خطا سواور دی د زړه غک خطا سواور دی، زما دمر مسولیت او چرا شما او د دې مرجان غک تر تاسو در ورسوم. نور دوستانو چې څومره مو د وسه کیږي خیرات زکات دا د مشکلاتونو حل لے. مشکلاتونه به در باندې ناراضي پیغام را سوم چې ډیر بیچاره مظلوم د خپل دلا د تناکه دلته او کار غریب خپل ځان ته وسلته، مګر سل لاغنم ډیر مجبور ده د کور لوخوان ډیر مشکلات زیات لري او بیچاره د مظلوم ده مستحق ده. نو ټول دنیا ول ته دا پیغام زما دا شه ده چې دغه کسانو سره همکاري او کومک وشي چې ترڅو دوستانو ستاسو غاړه خلاص شي. ما خو مخکې ورته وویل چې زما دومره مسؤلیت و چې د دې غږ مې تر تاسو ورسوه، نور مسؤلیت د ستاسو دی. کاکا جان دغسې مجبوره خلک نور په دې هیواد کې څومره دي؟ داسې فکر وکړه چې د سل فیصدو نه تقریبا 80% 85% 90% پورې دا خلک ډېر مظلوم و بیچاره حقیر فقیر کونډه رونډه ټول د افغانستان په منطقه کې ژوند کوي او د نیسی سره ډېر دو چار مشکلات دي. ملګرو سیاسره یا مورجانه زمونږ که تاسو فکر وي هېڅکله دومره جرأت نشي کولی چې په یو لاره کې تېر شي، نو دا هم څه اسانه خبره نه ده چې راځه او د بازار په منځ کې کښېنه او د خلکو ته خدمت کوه. کاکا جانه دنیاوالو ته افغانانو ته هغه خلک چې همدا اوس په لاس کې یو څه لري هغو ته د دغسې مجبورو خلکو پاکله او بیا خاص کر دغې مورجانې پاکله څه وینا هغوی ته لري؟ وینا زما دا شی ده ډېر ټول دنیاوالو ته او استعداد والاو ته او پیسهدارو ته زما پیغام دا شی ده چې رمضان میاشت در روان ده او ډېر مستحقین خلک له لوږې تندې سره مخامخ دي، او تاسو نه زما دا درخواست ده چې دغه کسانو سره احتیاط به هم پکې غاړه خلاص شي او ثواب به هم وګټي او دغه بیچارهګانو یو ګزاره ورسره برابر شي. دوستانو د مورجانې د زړه درد او د زړه آواز خو مو واورېد، د مورجانې په هره خبره په سترګو کې د اوښکو ډنډونه جوړې. نو له تاسو هیله کوم چې څه مو په وس کې کیږي له مورجانې سره کومک وکړئ. کولی شئ زما د واټساپ د لارې زنګ ووهئ، زه درته د مورجانې شخصي نمبر درکوم. په هره طریقه چې تاسو ته اسانه وي د دې لاسنیوی وکړئ، د دې د زړه دعا واخلئ. تر بیا مو په رب سپارم، ښه وختونه. د لا نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.